مردم شریف، مردم سربلند تاجیکستان. من امروز به همه دوستان، به همه برادران و به همه شما ای مردم شرفمند مراجعه کردنی هستم. ما تاریخ 22 می رفرندوم داره، رفرندومی که مردمی سربلندی ما رو غلام میگرداند تا ابد. رفرندومی که آن همین سری 25 ساله که رئیس جمهور داریم با نام امام علی رحمان ما رو نه با گرمی تامین کرد، نه با برق، نه یک با زندگی خوب. این رفرندوم دوام دهنده آن همین زندگی غلامی است و بدتر از آن. این رفرندومی که ما در پیش داریم پریزیدنتی ما رو آنامین رئیس جمهوری که الان است ابدی میگرداند، یعنی ما از این راضی نیستیم. چیزی نباشد، چیزی نباید ابدی باشد. برادران عزیز، مردم شرفمند تاجیکستان، از شما احترامانه خواهش می نمایم در این رفرندومی در پیش ایستاده، یعنی معرکه در پیش ایستاده، ناراضیگی خود را بیان کنید و از آنه که وقت خود را، وقتی که بسیار قیمت است، صرف میکنید و به آنجا میروید برای آواز دادن، در خانه با یک کار دیگر مشغول بشوید، اون بهتر است. شما ببینید ای مردم شرفمند تاجیکستان، سرقانون ما دو بار تجاوز شد. بار اول سال 1999 و بار دوم سال 2003 ما را به چی آورد؟ چی بهبودی کرد برای ما؟ و این باری سوم تجاوز شدن سرقانون، پس خود اندیشه کنید ما رو بر چی میرساند. زیر این 25 ساله که این حکومت راهبری میکند، ما و شما رو همه رو غلام کرد. تاریخ برعکس برگردانده شد، دروغ نوشته شد، اما امروز فرزندان تاجیک بیدار شدند، بیدار شدند، بیدار شدند. در تمام دنیا شرم دارند. از خود دیگران خیز، از خود دیگران خیز. Hey, boss! Hey, boss!